درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتوش. آرتمیس اهورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزای ایرانی یا رنسانس ایرانی و تمام کسانی که سالهاست این برنامه های جنبش رنسانس ایرانی رو دنبال میکنن میدونن که در برنامه هایی که ما با نام های گوناگون از کانال های گوناگون داشتیم همواره درباره هر آنچه که به حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ مربوط میشه گفتگو کردیم و بیشتر مسائلی که بررسی شده در این برنامه ها مربوط به اصل آن چیزی است که ما آن رو ایرانی مینامیم، از هویت ایرانی یا تاریخ یا فرهنگ و حتی مسائل روز ایران. خب در پیش از اینکه برنامه امروز را آغاز کنیم، به خاطر گسترش بسیار غیرقابل کنترل، تقریبا غیرقابل کنترلی که کرونا در ایران پیدا کرده، ویروس کرونا، من لازم دونستم که چند نکته کوچیک رو به عنوان کسی که در بخش مدیریت‌های بیمارستانی کار می‌کنه خدمت بینندگان این برنامه و به خصوص هم میهنانمون در درون ایران بگم. نخست این که احتمالاً همه شما در این چند روز شنیدید که این ویروس معمولاً ممکنه تا 9 روز هم بمونه، برخلاف ویروس‌های دیگه که معمولاً خیلی مدت زندگیشون کوتاه‌تره خارج از بدن موجود زنده، این ویروس گفته شده که تا 9 روز هم زنده میمونه. بنابراین خیلی اهمیت داره که شما هر گونه غیر از تماس مستقیم با افراد، هر گونه تماس با اشیا رو هم جدی بگیرین در جاهای عمومی، در متروها، در اتوبوس، و از همه شما خواهش میکنم که هر موقع بیرون از خونه هستید حتما از دستکش استفاده کنید، ترجیحاً دستکش لاستیکی، و باید هر دستکش رو پس از مصرف دور بندازید. اگر براتون امکان نداره، حداقل برکه میگردید به خونه، نخستین کارتون شستن اون دستکشی باشه که دستتونه، حتی اگر دستکش لاستیکی نیست و دستکش پارچه‌ای میپوشید. از سوی دیگه من در خیلی از فرسوها و تصاویری که داره از درون ایران میاد میبینم که همیهنان ماسکای معمولی پزشکی رو زدن. میدونم که ماسک در ایران در حال حاضر خیلی کمیابه یا خیلی گرونه، ولی اگر که دارید ماسکی رو در ماسکای پزشکی یک بار مصرف رو استفاده میکنید، حتما باید دو تا از اونا رو استفاده کنید. ترجیح اینه که اگر میتونید در خونه هاتون آغاز کنید به دوختن و تهیه ماسک، که نخواهید هزینه اضافی بدید و هر نفر حداقل دو عدد ماسک داشته باشید و بلافاصله بعد از اینکه از بیرون خونه به درون خونه اومدید ماسکتون رو بشورید و ماسک دیگری استفاده بکنید برای نوبت بعدی که دارید بیرون از خونه میرید. نکته های اهمیت دیگه اینه که یادتون باشه از شستن دست غافل نشید. در هر لحظه اگر میتونید الکل، اگر نه از این ژل های الکلی، اگر نه هر جا که میرسید همراه خودتون یک صابون مایع تو کیفتون باشه که مدام دست های خودتون رو در بیرون از خونه و بلافاصله بعد از اینکه وارد خونه میشید بشورید. هر گونه خریدی که از بیرون خونه میکنید، کیسه نایلون هاشو همونجا بیرون در خونه در بیارید، خریدار رو از توی کیسه نایلون در بیارید و کیسه ها رو ببندید و درون سطل بندازید. سعی کنید هر گونه تماس با بیرون از خونه رو کم بکنید. متاسفانه من شنیدم با اینکه مدرسه ها رو تعطیل کردن و دانشگاه ها رو تعطیل کردن، یک سری از مردم بچه ها رو برداشتن و بردن بیرون خونه برای خرید عید، و این کار بسیار بسیار اشتباهه. وقتی به شما میگن در خونه ها بمونید و فرزندانتون و افراد سالمندتر و خانم های حامله رو از تماس با بیرون خونه و مکان های پر رفت آمد و شلوغ برحذر بدارید، این یک دلیلی داره. کاملا این مسئله رو باید جدی بگیرید. میزان کشته شده ها در ایران وحشتناک زیاده، برعکس اون که به شما ممکن اطلاع رسانی درست حسابی نشه، به نظر میاد که در هر روز 10 نفر دارن کشته میشن. اون طبق یکی از اسناد محرمانه که به بیرون از اسرار مرامونه وزارت بهداشت که به بیرون درس کرده و عکسش در شبکه‌های اجتماعی هست میتونید ببینید، چیزی بالای 470-80 نفر تا کنون درگذشتن و این متاسفانه صداش زیاد از سوی حکومت در نمیاد، برای اینکه میدونن که قابلیت کنترل ندارن. ولی از اون جایی که همیشه در این 40 سال روی کرده جمهوری اسلامی به مسائل و مشکلاتی که سر راه زندگی مردم ثبت شده و همه بحران‌ها متاسفانه این
بوده که جارو میکردن و زیر فرش میزدن به جای اقدام شتاب زده و خیلی فوری، میبینیم که اطلاع رسانی درستی نمیشه. متاسفانه شهر قم رو قرنطینه نکردن. من خواهش میکنم از تمام کسانی که در شهر قم هستن، حداقل این وجدان رو خودتون داشته باشی و از تردد و خارج شدن از شهر خودداری کنید و نرید و به جاهای دیگه کشور رو آلوده نکنید. هر یک نفری که کشته بشه هممیهن خودتونه، هممیهن ماست و فرزندان و زن و بچه های دیگران هستن که کشته میشن. خواهش میکنم که این مسائل رو بسیار بسیار جدی بگیرید. هر چیزی که از بیرون میخرید، میوه ها و سبزی ها رو حتما ضد عفونی بکنید. تا حد امکان از رفت آمد به جاهای شلوغ خودداری کنید و تماس خودتون رو با افراد مختلف به حداقل برسونید، برای که بسیار از افرادی که ممکنه امروز حتی مبتلا به نظر نمیرسن ناقل باشن و این دوره کمون این بیماری چیزی حدود 14 روزه. بنابراین اگر کسی 14 روز پیش آلوده شده باشه، ممکنه امروز اصلا به نظر نیاد و شما با افراد مختلف دست بدین، روبوسی کنید یا حتی معامله کنید، پول از دست مردم بگیرید، در مترو اتوبوس را سوار بشید و دست بزنید به همه صندلی ها و میله ها و همه اینها آلوده میتونن باشن. خواهش میکنم این مسئله رو جدی بگیرید. ویروس کرونا در آستانه پاندمیک شدن یا جهانی شدن و از همین الان کشورهای غربی کاملا در حال آماده باش هستند و دارن تجهیزات انبار میکنن و امکانات آی سی یو ها رو افزایش میدن. حالا ببینید ما در ایران با این حداقل امکانات اگر مبتلا بشیم چقدر ممکنه نزدیک به مرگ باشیم هر یک کدوممون. بنابراین بهترین راه در کشوری که دولتش به فکر مردم نیست اینه که خودتون به فکر خودتون باشین و خودتون به شدت پیشگیری رو جدی بگیرید و خواهش میکنم که مواظب افراد خانوادتون و خودتون باید باشید. سپاسگزارم از اینکه توجه کردیم به این چند نکته که من خدمتون گفتم. برنامه امروز طبق روال همیشه که ما هنگامی که در اسفند ماه قرار میگیریم آغاز میکنیم به صحبت درباره طبیعت و صحبت درباره حفظ زیست بوم، درباره درختکاری و درباره اهمیتی که رابطه انسان و زیست بومش داره، به خصوص در زیست بوم شکننده مانند ایران که خیلی آسیب دیده و خیلی مورد بی‌توجهی گسترده از طرف دولت قرار گرفته. ما بسیار اهمیت داره که هر یک نفر ایرانی خیشکاری خودمون یا وظیفه خودمون بدونیم که رابطه‌مون با محیط زیستمون چگونه باشه، با جانداران، با گیاهان و چگونه این محیط زیست یا زیست بوم نیمه جان ایران رو حفظ کنیم و نگهداری کنیم. امروز در این گفتگوی دو نفره که ما داریم با بانو پروین زندی، یکی از هموندان بسیار بسیار خوب و قدیمی جنبش رنسانس و کسی که من مدت‌ها با ایشون برنامه‌های گوناگون داشتم و متأسفانه این اواخر کمتر بود برنامه‌هام با بانو پروین به خاطر اینکه یه مقدار مسائل مهاجرتی داشتن، یه مقدار مسائل جا افتادن در محیط جدید و زندگی جدیدشون رو داشتن و اکنون من فرصتی شد که با بانو پروین بین برنامه کاری شلوغش یک زمان خالی پیدا کنم و با هم امروز میخوایم درباره گیاهکاری، درختکاری و نگاه ایرانی به مسئله زیست بوم و هستی و جهان پیرامون بررسی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما بانو پروین گرامی. خواهش میکنم بلنگوتون رو باز کنید، میکروفونتون رو باز کنید و یک خوش آمدی داشته باشیم با هم میهنان تا وارد جستار امروز بشیم. درود میگم به شما بانو آرتمیس گرامی و سپاسگزارم از اینکه امروز میتونم مانند گذشته در کنار شما باشم و بتونیم یک برنامه بسیار آموزنده و خوبی برای دوستداران و هواداران محیط زیست ما داشته باشیم. من اینجا ششمین سالگرد تأسیس رسمی جنبش رنسانس نوزایی ایرانی رو به دوستداران و هوادارانشون و همچنین به شما و بقیه هموندان جنبش شاد باش میگم و سپاسگزارم از حمایت دوستان که صفحه خودشون رو دوست دارن میبینن و به دیگران هم معرفی میکنن. سپاسگزارم بارم پروین گرامی و حتما همینطوره. من همیشه از درون ایران و بیرون ایران
ایمیل های زیادی دریافت میکنم، پیام های زیادی در فیسبوک و جاهای دیگه برام میذارن و خیلی اوقات پرسش میکنم و این پرسش ها رو با کارشناسان جنبش همیشه در میون میذارم، هر کس که تخصص خاص اون رشته ای رو که سوال شده یا پرسش شده دربارش در میون میذارم و خیلی از مردم ایران سپاسگزاریم که به ما و به برنامه های ما توجه نشون میدن و به خصوص از هم تباران افغانی و تاجیک که این برنامه ها رو میبینن و به نظر میسته که اونا شاید خیلی از حتی مردم ایران هم تشنه ترن برای شنیدن چیزهایی که سالهاست بهشون آموزش داده نشده و دربارش برنامه‌ای براشون ساخته نشده. خب بانو پروین گرامی، ازتون میخوام شما درباره این نگاه ایرانی از پایه به ما بگین که ما ایرانیان در طول هزاره ها چه نگاهی داشتیم به زیست بوم اطرافمون، به کشور بزرگ ایرانمون، به اون جاهایی که ما در اونها زندگی میکردیم و اونها رو آباد میکردیم و قابل سکونت میکردیم. کلن محیط زیست جایگاه بسیار ویژه‌ای برای ایرانیان باستان بوده و حتی زرتشت، اشو زرتشت، نخستین آموزگار در دینش توصیه‌های زیادی به حفظ محیط زیست کرده و تاکید فراوان کرده در پاکیزه و آباد نگه داشتن محیط زیستش. اشو زرتشت عنوان کرده که انسان‌ها رو نباید آزار بدیم، حیوانات رو نباید آزار بدیم، کلاً از خشونت رسوندن به انسان، حیوان، گیاه باید جلوگیری بشه، محیط زیست رو نباید از بین ببریم، برای که همه این آسیب‌هایی که وارد میشه یک نوع ناسپاسی نسبت به اهورامزدا هستش و این اهمیت و سپاسگزاری و ما ایرانی ها میتونیم در جشن‌های ماهانه و جشن‌های دیگه‌ای که داریم ما میتونیم به وضوح ببینیم. ما جشن تیرگان رو داریم که نشون دهنده ستایش از آبها هستش، ما جشن مهرگان رو داریم که سپاسگزاری میکنیم برای اون داشتن کشاورزی خوب و اون چی که در تابستان ما برداشت کردیم و اونها رو بر خوان مهرگانی خودمون میذاریم و یا ما جشن صده رو داریم که پیدایش آتش بوده. در کل باور ما ایرانیان بر این بوده که هر گونه آلوده کردن چهار عنصری که برای ایرانیان بسیار با ارزشه، یعنی چهار آخشیش داریم ما، آب و باد و خاک و آتش، که باید بسیار از اینها نگاهداری بشه تا بهشون آسیبی نرسه، خاطر اینکه هر آسیبی که به این چهار عنصر وارد بشه بسیار نابخشیدنی هستش و میتونه زیست بوم رو به خطر بندازه و کلن زندگی انسانها رو دچار مشکل بکنه و نگهداری از این چهار آخشیش بسیار توصیه شده. حتی ما در گذشته ایرانیایی که در گذشته بودن آبها رو با پاکیزه نگه می‌داشتن، هرگز آبها رو آلوده نمی‌کردن، یعنی حتی اگه می‌خواستن دست و رویی هم بشورن که آلوده بوده دستشون رو تو اون جوی آب نمی‌کردن و از اون آب یه مقدار بر می‌داشتن، کارشون رو انجام می‌دادن و مستقیم وارد خود آب نمی‌شدن که آب آلوده بشه و یا حتی خاک ها رو آلوده نمی‌کردن. تاکید بسیار بوده که خاک چون برای کشاورزی میتونه مفید باشه، پس اون خاکی هم که برای کشاورزی مفیده باید خاکی باشه که پاک باشه و زمانی که عزیزی از دنیا میرفت و به سرای سروش میرفت هرگز اونو خاک نمیکردن، وارد خاکش نمیکردن، اونو در بالای بلندی در بالای کوه قرار میدادن، در یک دخمه ها و گودال هایی میذاشتن که پرنده ها اونها رو بخورن و استفاده کنن ازشون و اون کسی که نگهبان اون دخمه بود وقتی که فقط استخون ها باقی میمون اون استخون ها رو با اسید میپوشون که اون استخون ها از بین برن، یعنی هیچ آلودگی وجود نداشته باشه، چون باور بر این بود که خاک بسیار اهمیت داره، برای کشاورزی بسیار مهمه و نباید هرگز با اینها رو آلوده کنیم. و همونجوری که من در قسمت بالا گفتم اهمیتی که دین زرتشت برای حفظ محیط زیست قائل بوده باعث شده که حتی عده‌ای از دانشمندان دین زرتشت نخستین دین حفاظت از محیط زیست معرفی کردن. و یه نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که ما حتی تو روستاهای زرتشتی همین در حال حاضر ما می‌بینیم که پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها به بچه‌ها
پوشزد میکنن که آبها رو آلوده نکنید، خاک رو آلوده نکنید، درختان رو از ریشه نکنید، به خاطر اینکه این گیاهان همه جون دارن و نباید این کار ناپسند انجام بشه، به خاطر اینکه یک کار نابخشودنی هستش و باید بسیار بهش توجه بشه. و یه نکته دیگه این که خیلی برای من جالب بود، یک اندیشمندی گفته بود که انسان نخستین غارنشین چون که از غار خودش بیرون میاد، چون که تو غاری که زندگی میکرده آلوده شده، مجبور میشه که غار خودش رو ترک کنه و از غار خودش بیرون بیاد، ولی ما را غار دیگری نیست. خب این جمله خیلی جالبه، یعنی اینکه هر کسی اونجایی که زندگی میکنه اگه به محیطش، به پیرامون خودش توجه کنه، بهداشت محیط زیستش رو رعایت کنه، دیگه احتیاجی نیست از اینجا به جای دیگه بره، و اگه رعایت هم نکنه، حتی جای خودش هم عوض کنه، باز یک جای دیگه یا آلوده کرده. یعنی هر جایی که ما زیست میکنیم باید حواسمون به اون محیط پیرامون خودمون باشه. پس بهتره که ما کاری انجام بدیم که به واسه خوشرودی اهورامزدا بشه و به اون آموزه‌ها و چیزهایی که در گذشته نیاکان ما به ما یاد دادن و گفتن، احترام به زیست بوم، نیکی به زیست بوم، همه اینا توجه کنیم تا اینکه بتونیم یک زمین پاکی رو داشته باشیم و بتونیم یک زندگی راحتی رو داشته باشیم. ما باید سعی کنیم که نه برای یک روز، یک هفته و یک سال، بلکه برای سالها این امانتی که دست ما گذاشته شده به خوبی ازش نگهداری کنیم و این زمین آباد و زمین سرسبز رو به نسل‌های بعدی هم ارائه بدیم، نه اینکه همه رو ما از بین ببریم و این حق زندگی رو از پرندگان و گیاهان و انسان‌های بعدی بگیریم. و ما امروزه می‌بینیم که شما صدای منو دارین؟ بانو آرتمیس شما صدای منو دارین؟ بله عزیزم، من صدای تو رو دارم. من دارم یک سری از این تصاویر رو همزمانی که تو صحبت میکنی با بینندگان شیر میکنیم که ببینن ما الان داریم در یکی از همین جوری که تو گفتی در یکی از مراسم گاهنبارها دارید شما میبینید. همیشه شما این شاخه مورد رو به عنوان نماد طبیعت و سبزی و اهمیتی که گیاهان در باور و آیین زرتشتی دارن میذارن، همون جوری که شما گفتین که اهمیتی که اشو زرتشت میداد به مقوله گیاه، و اون جوری که احتمالا همه ما شنیدیم اشو زرتشت در آغاز با یک سرو در یک دست میگن و آتشی در دست دیگر وارد دربار جاماسب شد و سمبولی شد از روشنایی و سبزی و زندگی، در واقع که بنیاد اندیشه زرتشت بر اون بنا شده بود و تونست جاماسب گرشاسب رو قانع کنه و بیاد و باوری که خودش داشت به بسا تفکر یا فلسفه‌ای که برای زندگی در نظر گرفت رو بتونه به دربار ارائه بکنه و از طریق دربار به سراسر ایران گسترش بده. ببینید در باور زرتشتی همون جوری که نسرین جان شما گفتی خیلی اهمیت داشته، به یاد هر درگذشته درخت سر پشته میشه. الان ببینید اینا درخت هاییست که زرتشتیان هر ساله به نام درگذشتگان آن سال، هر کس در میونشون درگذشته، یک درخت، یک نهال سر میکارن و اینجا نگاه کنید میان و در پارک هایی که حالا در یزد یا کرمان یا هر جایی که زندگی میکنن در تهران میان و به نام هر درگذشته شون یک درخت میکارن بر زمین و اینا دور هم جمع میشن و موبت براشون نیایش میخونه، نیایشی برای ستایش از زندگی و طبیعت. ببینید هر ساله این درختان سرب توسط حتی خود موبدان داره در ایران کاشته میشه و حتما همینطور هست در سراسر جهان که ما میدونیم در تمام آتشکده های سراسر جهان این رسم وجود داره و هر جا زرتشتیان هستن به یاد درگذشتگانشون به جای قربانی کردن به هر مناسبتی مانند ازدواج، مانند شادی روان درگذشته، مانند روز یا هفته طبیعت، مانند تولد هر فرزند
یک سرو یا هر درخت دیگه‌ای کاشته میشه در زمین. سرو از این روی در ایران اهمیت داره که ما در ایران باستان سرو رو نماد مقاومت و نماد هویت و انسان ایرانی میدونست. ببینید این هم به یاد یکی دیگه از شادروانان زرتشتی، آزرمیدخت و هرمزدان، این بانو دارن برشون سروی رو که کاشتن، کنارش هم نام اون در گذشته رو می نویسن و براش نیایش هم می خونن. باز ببینید همینجوری به نام دوتن از خیراندیشان زرتشتی از سوی بنیاد نیکوکاری ماوندی درخت سرو رو مثلا کاشتن. این تصویری که شما میبینید از کهن‌ترین درخت سرویست که در ایران وجود داره. فعلا متاسفانه میبینید که خیلی هم بهش رسیدگی خوبی نمیشه، ولی این درخت چیزی حدود 5000 سالشه. ما قبلا درختی رو، دو تا درخت داشتیم، سرو کاشمر و اردکان، که میدونیم که این دو سرو رو میگفتن اشو زرتشت کاشته بودن. این سروی که اینجا شما میبینید بستگی داره که شما زمان اشو زرتشت رو کی دارید در نظر میگیرید، چون ما میدونیم که اشو زرتشت، ما به کسانی زرتشت میگفتیم که فیلسوفان بزرگی بودند و در واقع نوآوران اندیشه بودند در ایران. زرتشتی که ما امروز به نام زرتشت سپندمان میشناسیم که گاتها ازش باقی مونده همین حدود 4000 ساله، ولی اون گونه که در اسناد هست به نظر میرسه که زرتشت های دیگری هم بودن و قدمت کهن‌ترین زرتشتی که میشناسیم 8000 ساله و این درخت چیزی حدود 5000 سال قدمت داره که در همون یزد فکر میکنم هست یا کرمان. ببینید در همه آثار ایران شما سرو رو میبینید، در سنگ نبشته ها میبینید، در کاشیکاری ها میبینید، در نقاشی های بازمانده میبینید. ببینید چقدر این کاشیکاری ایرانی است، چقدر نگاه و هویت ایرانی تو اینه. سرو که سمبل استقامت عنصر ایرانی است یا نیرومندی و توانایی استواری ایرانیانه. در اینجا شما از حیات وحش ایران آهو رو میبینید، قوچ میبینید و پرندگان رو میبینید و سیمرغ رو میبینید. تمام عناصر هویت ایرانی شما در اینجا میبینید و درخت و گل و لاله یا همون شقایق که سمبل عشق و عاشقی و رشادت در ایران. بنابراین و حتی رنگ های ایرانی، رنگ فیروزه‌ای که عنصر ایرانی عاشق این رنگ بوده، رنگ لاجوردی که بزرگترین منابع لاجورد جهان در افغانستان امروزی است که می شده خراسان بزرگ آن روز، و تنها این رنگ لاجورد رو از آنجا و از سنگ های اون ناحیه استخراج میکنه، از مخازن لاجورد که امروز هم هست، کانی های لاجورد و کوهستان هایی که در طرف، مثل این که اشتباه نکنم، در طرف هرات هست و بلندی هایی که در کوهستان های اون حوالی هست همشون حاوی سنگ لاجوردن. و رنگ پسته‌ای که باز این سبز پسته‌ای که شما میبینید رنگ مورد علاقه سبزیه که مورد علاقه ایرانیان بوده و از دیرباز ما درخت ها و همه سبزینه هامونو در نقاشی ها به این رنگ سبز میاراستیم و خب اسمش هم گذاشتیم سبز پسته‌ای، برای اینکه پسته فقط میوه ایرانی بوده و در ایران کاشت میشده. این تصاویری که الان دارین میبینین تصاویری است که از سالیان پیش، یکی دو سال پیش همیهنان درون کشور به مناسبت هفته درختکاری یا گیاهکاری و هفته طبیعت برای ما از درون ایران فرستادن، هنگامی که ما ازشون خواهش کردیم که عکس از درختکاری هاشون بگیرن و برای ما بفرستن. و فرزندان رو میبینین در دورترین روستاهای ایران حتی مشغول درختکاری بودند. این آقای دامادی بود که پارسال این عکس رو برای ما فرستاد، در روز عروسیش یک نهال کاشت از طرف خودش و عروس خانم در زمین به مناسبت پیوندی که امیدواریم همیشه ماندگار بمونه. این در حاشیه کویر هاست که میبینید در مشغول درختکاری بودن مردم. اینجا میبینید فرزندانمونو که در درون ایران خانواده ها بهشون آموزش درختکاری میدادن و این فرزندان در این هم مشارکت میکردن.
این تصاویری است که حتی از خونه هاشون مردم به مناسبت بهار گرفتن، از جاهای مختلف سراسر جهان برای ما فرستادن و گیاهکاری هایی که به مناسبت نوروز اون سال کرده بودن. این هم باز تصاویری دیگه ای که از درون ایران میبینید که مردم برای ما هفته درختکاریشون رو و کارهایی که به طور جمعی و تک تک انجام دادن رو فرستادن و ما میبینیم که چه کوشش زیبایی همیهنان کردن در درون ایران و هر سال انجام میدن. اینجا ما داریم نماد سر رو در سنگ نبشته ها یا کندکاری های تخت جمشید میبینیم، شهر پارسه، و این اون رنگ شده ای هست که ما اصل این رو در موزه لوور داریم، دقیقا با همین رنگامیزی که شما میبینید در موزه لوور وجود داره و از روی اون میبینید که در جهان مسیحیت درخت به اصطلاح کریسمس رو بنیاد گذاشتن و این سمبول دقیقا از روی سمبول ایرانی برداشته شد و به وارد از آیین مهر وارد آیین مسیحیت گردید و پس از اینکه آیین مسیحیت در اروپا جهانگیر شد، این درخت رو چون نمیدونستن به چه مناسبتی اینو وارد این باور مسیحی بکنن به عنوان شب کریسمس و زادروز به اصطلاح چیزی که اسمشو گذاشتن زادروز عیسی مسیح، که در واقع ما میدونیم در این روز عیسی مسیح زاده نشده، ولی به هر حال اینو به عنوان سمبولیک روز تولد عیسی مسیح گرفتن و این درخت رو با تزییناتش برای اون شب قرار دادن. باز شما دارید میبینید در یکی دیگه از کندکاری های دیواره های هخامنشی همراه با این گل لتوسی که ما اینجا بهش میگیم لتوس ولی در ایران سنبول، نیلوفر و این گونه چیزها بهش گفته میشد، سمبول هایی بود از طبیعت و اهمیتی که ایرانیان برای سر به عنوان نماد پایداری و استواری عنصر ایرانی قائل بودند. این یکی دیگه از سروهای بسیار کهنی است که من عکسش رو اینجا برای شما دارم نشون میدم. این سرو دیگری است در کرمان و از اون سروی که پیش از این دیدین هم زنده تر و تر و تازه تره و بهتر بهش رسیدگی میشه. ببینید سروهای چند هزار ساله ما در ایران داریم. این خود پروین جان هستن. پروین جان این عکس شما برای ما از زمانی که در ایران دنبال این فعالیت های درختکاری بودید با آرش جان همسرتون و اینو برای ما فرستادید. این یکی دیگه از تصاویری است که دوستانمون در ایران برای ما فرستادن و ببینید مشغول درختکاری هم درخت. خب من این تصویر رو کوچیک میکنم که بریم تصاویر دیگر رو ببینیم. حالا امیدوارم ما بتونیم از این رد شیم. من میتونم در قسمت بعدی دوباره با شما تصاویر رو شیر کنم. ادامه بدن خواهیش. ما همه میدونیم که برای اینکه یک زندگی خوبی داشته باشیم، یک محیط زیست پاک داشته باشیم و این محیط زیست پاک بدون آب و خاک و هوای پاک اصلا امکان پذیر نیستش. پس ما باید چاره ای بیاندیشیم. چه کنیم که هوای خوب، خاک خوب داشته باشیم؟ ما باید نگاه کنیم هر کسی هر جایی که زندگی میکنه و اساس شرایط آب و هوایی، شرایط اقلیمی که اونجا داره، در فکر کاشتن نهال باشه. همین نهالهایی که شما نشون دادین دوستانمون داشتن میکاشتن، همه اینا میتونه توی آب و خاک تأثیر داشته باشه. یه کسی یه جایی زندگی میکنه که از لحاظ گرم آب و هوایی بسیار گرم سیره، پس میتونه گیاهی رو بکاره، نهالی رو بکاره که احتیاج به آب کمتری داشته باشه. و یا یکی در یه شهر دیگه زندگی میکنه که اونجا بارندگی زیاده، پس میتونه گیاهی رو بکاره، درختی رو بکاره یا نهالی رو بکاره که احتیاج به آب زیادتری داشته میشه. یا حتی اگه امکان این نیستش که آدم، حالا همه اینجوری نیستن که حیات داشته باشن که بتونن، یا باغچه‌ای داشته باشن که بتونن گیاهی رو بکارن، میتونن توی گلدون، میتونن توی بالکن خودشون یه گیاهی رو بکارن، یه گلی رو بکارن که هم محیط پیرامون خودشون زیباتر میشه، قشنگ میشه، و همین که میتونه تو پاکیزه نگه داشتن شهر تاثیر داشته باشه، تو پاکیزه نگه داشتن هوا میتونه موثر بشه. و ما شوربختانه با این بحرانهایی که در ایران داریم میبینیم، مانند خشکسالی، مانند آلودگی هوا، مانند
آلودگی رودخونه ها و منقرض شدن گونه های متفاوتی از جانوران، همه اینا میتونیم نتیجه بگیریم که اون جایگاه و ارزش و احترامی که نیاکان ما برای زیست بوم قائل بودن به تدریج فراموش شده و از بین ما رفته و هر گامی که در این راستا برداشته بشه، برای آبادانی ایران برداشته بشه، میتونیم آینده بهتری رو پیش رو داشته باشیم. هم خودمون میتونیم در یک جای سرزمین خوب زندگی و زیست کنیم، هم میتونیم یه شهر یا کشوری رو داشته باشیم برای آیندگان. باره با شما سپاسگزارم. پروین جان، من باز یک سری دیگه از این تصاویر رو با شما شیر میکنم. این خود شما هستین که داشتین درختکاری میکردین هنگامی که در ترکیه بودین. بله دقیقاً. باز آرش جان، این شاهین پارسال که داشت پیارسال که داشتیم درختکاری میکردیم، بوته میکاشتیم. اینم خود من در حال گیاهکاری های معمولا همیشه هفته درختکاری. اینو یکی دیگه از دوستان از ایران فرستادن و نشون دادن که چگونه در حیات خونهشون این درختها رو کاشتن. باز این تصاویری که میبینین، ببینین حتی هیئت‌های کوهنوردی در مثلا سرندج و یا شهرهای دیگه همایش‌هایی رو میذارن برای کاشت نهال در تعداد بزرگ و این نشون میده که چه اندازه توجه مردم ایران بیشتر شده به محیط زیستشون. ببینین در حتی مناطق دورافتاده میبینین که فرزندان مدرسه ها و همایش های گروهی و حتی خصوصی این کار رو انجام میدن. اینها یکی از دوستانمون از اروپا اینا رو بر من فرستاده بود که در چون حیات نداشت در بالکن کوچیک خونش گلدان هایی رو پرورش میداد. این یکی دیگه از تصاویری است که از ایران اومده، از باغکاری در باغ ها، نهال هایی که در آغاز سال میکارن و این شعاری است که ما همیشه جنبش رنسانس ایرانی داریم: آفریننده زشتی نباش، آموزگار سازندگی باش و کاشتن به جای کشتن. تصاویر شما میبینین، هم میهنانمون اینها رو از درون ایران برای ما فرستادن در سالهای پیش و اینها رو ما حتی در فیسبوک شیر کردیم با تعدادی از هم میهنانی که دیدن اینها رو در باغهای خودشون گلکاری کرده بودن، در باغهاشون نهالکاری کرده بودن، در خونه هاشون و این هم همون رسم زرتشتی دیگه که در خیابانهای شهر شما میبینین. نهالی رو در کنار خیابانهای شهر میکارن که با جویهای آب آبیاری بشه و به یاد درگذشتگانمون. ببینید که چه اندازه هم میهنان در این کار قشنگ و زیبا هر سال شریک میشن و این هم مرد هست بر سر سفره یکی از گاهنبارها و زرتشتیان همواره میبینید که سر و همه اون درختایی که در آتشکده ها هر ساله میکارن. خب پروین جان، حالا من ازت میخوام اگر که ممکنه درباره اگر تو در تاریخ یا در اوستا یا در شاهنامه آثار یا به اصطلاح مکتوباتی رو هست که به عنوان سند درباره نگاه ایرانیان به مقوله درختکاری و حفاظت از محیط زیست، جانداران و زیستبوم و همه هستی و جهان هست رو برای همیهنان اینجا ارائه بدی. بله، خب ما مستندات تاریخی زیادی داریم که برای درختکاری و پاک نگه داشتن محیط زیست بهشون تاکید شده. ما در یسنا میتونیم اینو بخونیم که هات 71 هستش که نوشته شده که همه آبهای چشمه ساران، آبهای روان، رودها رو میستانیم، تنه و ریشه درختان رو میستانیم، کلا سراسر زمین و سراسر آسمان، همه ستاره ها، ماه و خورشید رو میستاییم. خب یه نکته‌ای که خیلی مهمه توی یسنا بهش اشاره شده، سه تا جون در یسنا بهش اشاره شده که خیلی با ارزشه و ازش نام به گرامی نام برده شده. جانهایی که در آسمان وجود داره، مانند پرنده‌ها که در آسمان‌ها هستن، جانهایی که بر روی زمین وجود دارن، مانند جانوران و انسان‌ها، گیاهایی که در روی زمین وجود دارن، و اون جانهایی که در زیر آب‌ها وجود داره،
مانند ماهی هایی که زیر آب هستن یا گیاهانی که در زیر آب زندگی می کنن. یعنی همه اینها بسیار گرامی داشته شده و حفظ و نگهداری شده. و ما ایرانی ها کلن رسممون این بود، بانو خودتونم گفته هاتون اشاره کردید، هر نوزادی که به دنیا می اومد براش یه نهال می کاشتن. و زمانی که این نوزاد بزرگ می شد، به مرحله کودکی می رسید، خودش دیگه از این گیاه و از این نهال بهش رسیدگی میکرد، پرورشش میداد و ازش نگاهبانی میکرد. و فقط در زمان به دنیا اومدن نبود، زرتشتی ها و حتی یک سری از مردم دیگه که زرتشتی نیستن اما میدونن که ایرانی هستن و ریش و نژادشون زرتشتی هستش، بر این باورن که حتی زمانی که یک کسی از عزیزانشون میمیره و به سرای سروش میره براش یه گیاه میکارن. من حتی خودم زمانی که مادرم به جایگاه اصلی خودش سرای سروش رفتش، با اینکه داخل ایران نبودم اما خواستم که برای یادبودشون یه نهالی کاشته بشه و این کار انجام شدش. و یه مورد دیگه ای که ما میتونیم بهشون اشاره کنیم، میتونیم در هرودوت رو نام ببریم. هرودوت همه میشناسنش و میدونن که خیلی شناخته شده و بزرگ هستش. در مورد پیرامون بهداشت ایرانیان میگفتش که پارس ها موادی که نباید آلوده کنن مثل آب و خاک و پاک نگه میداشتن، هرگز اونها رو آلوده نمی کردن. هرودوت میگفتش که پارس ها جویه های آبشون رو همیشه تمیز نگه میدارن، آب دهانشون رو روی زمین و یا توی جوی آب نمی ریختن. اگر آلودگی داشتن و میخواستن اون آلودگی رو پاک کنن، مستقیم وارد جوی آب نمی کردن، از اون آب بر می داشتن، آلودگی رو از بین می بردن به اینکه مبادا اون جوی آلوده بشه. و خودش میگفتش که برعکس ما یونانی ها که مجراهای آبمون رو گرامی نگه نمی داشتیم و اونها رو آلوده می کردیم. در کل اگه بخوایم نگاه کنیم، کشت زمین سبب خوشنودی سپندارمزد میشه بانو، که حافظ زمین هستش، و هر کشت و کاری که سبب آبادانی بشه باعث خوشنودی اهورامزدا میشه، و هر آسیبی که به طبیعت بخواد وارد بشه مانند قطع درختان که بسیار ناخشنوده و سبب ناخشنودی اهورامزدا میشه. و وجود این چنین قوانینی که بیان کردم نزد ما ایرانیان برای احترام به طبیعت و حفظ و نگهداری از هر گونه آلودگی و ناپاکی بسیار ارزشمند بوده، و در نتیجه باید تلاش کنیم آبها رو پاکیزه نگه داریم، خاک رو پاکیزه نگه داریم، هوا رو آلوده نکنیم. این ایرانیان در گذشته آشغال و کثافات خودشون رو وارد کشتارهاشون نمی کردن، و همین عامل هم سبب می شد نسبت به کشورهای دیگه، نسبت به جامعه های دیگه، بیماری های کمتری رو داشتن و بیشتر در امان بودن، نه مانند حال هایی که همه جا دارن رسیدگی می کنن و شوربختانه کشور ما با این که می دونسته نه عنوان کرده که این آلودگی که وجود داره که شما در آغاز گفته هاتون اشاره کردیم، و نه به دنبال پیشگیری از اون هستش. ما خیلی راحت میتونیم یه شهر و محله زیبا و خوشرنگ و روی داشته باشیم. ما برای اینکه روحیه خودمون رو اصلا شاداب کنیم، میتونیم و هر روز که از خواب بیدار میشیم با یک روحیه شاداب وارد محل کارمون بشیم، بخوایم وارد جامعه بشیم، میتونیم گیاه بکاریم، میتونیم گل بکاریم، و همین اینا مستلزم اینه که ما نخست اندیشه خودمون رو درست کنیم. اگر اندیشه‌مون این باشه که این جایی که ما داریم زندگی میکنیم فقط مختص به ما نیست و باید در حفظ آبادانی اون بکوشیم، و به این باور داشته باشیم که برای آیندگانم بذاریم، پس مطمئنن تلاش میکنیم که گیاهی بکاریم، درختی بکاریم، گلی بکاریم، محیط پیرامون خودمون رو تمیز نگه داریم، هر جای آشغال نریزیم، و هر کاری که هر کسی میتونه از عهده‌اش برمیاد برای پاک نگه داشتن ایرانمون انجام بده. یه نکته دیگه که میتونم بهش اشاره کنم سند تاریخ شما فرمودین این بودش که روایت شده وقتی خشایارشا داشته از یه کوه و دشتی عبور میکرده، یه درخت بسیار تنومند و زیبایی رو میبینه و باعث شگفتیش میشه. میگه که من باید یه چاره‌ای بیاندیشم که از این درخت حفاظت بشه، نگهداری بشه، و دستور میده که یک شخصی رو به عنوان نگهبان اونجا بذارن تا از این درخت نگهبانی کنه و هیچ آسیبی بهش نرسه.
این یعنی یک شهریار کامل و ما شوربختانه نگاه میکنیم مسئولانی که الان در جایگاه در مسند حکمرانی نشستن هیچ رسیدگی برای پاکیزه نگه داشتن شهر ما ندارن و هیچ دلسوزی ندارن. ما ببینیم که جنگل ها رو خیلی راحت قطع میکنن، از بین میبرن، درخت ها رو قطع میکنن و قاچاق چوب میکنن. اگه از بود اقتصادی بخوای بهش نگاه کنی، خسارتی که از قطع این درخت ها وارد میشه انقدر زیاده که برآورد کردن که ما 60 سال بیشتر نمیتونیم درخت و جنگل داشته باشیم. یعنی پس از 60 سال دیگه جنگلی وجود نداره. و اگه بخوایم در مورد جنگل صحبت کنیم باید به کتاب ها مراجعه کنیم، به موزه ها مراجعه کنیم تا بتونیم اون شکلش رو نشون بدیم که این یعنی جنگله. خب ما برای اینکه از این اتفاقات بتونیم پیشگیری کنیم باید یک مسئولی، یک کسی در جایگاه در اون جایگاه خودش قرار بگیری که دلسوز باشه، یعنی واقعا بدونه این بودجه ای که برای محیط زیست بهش تعلق داده میشه این بودجه را باید صرف محیط زیست بکنه، برای پاک نگه داشتن محیط زیست انجام بده، نه برای رفتارهای غیر انسانی دیگه ای که در حال حاضر میبینیم دارن انجام میدن. البته یه سری از مسائل هستش که خب انسان‌ها نمیتونن کاری بکنن، یه سری از عوامل تخریب کننده رو ما داریم که خب این دست طبیعته، مثل آتش سوزیایی که به خاطر خشکسالی‌ها به وجود میاد یا سیل یا مثلا زلزله به وجود میاد که ما هم داشتیم، اما اونو ما نمیتونیم کاریش بکنیم. اما میتونیم پس از اون یک تدابیری رو در نظر بگیریم که از آسیب رساندن بیشتر طبیعت جلوگیری بشه، یعنی کاری انجام بشه که اگه سیل دیگه ای میخواد بیاد به زمین آسیب نرسه، به خونه ها آسیب نرسه، چون هرچی تکنولوژی بیشتر پیشرفت کنه محیط بیشتر آلوده میشه و هرچی محیط بیشتر آلوده بشه دیگه ما نه درختی داریم نه زمینی داریم، هیچی برای زندگی نمیمونه. درست. یک نکته که خیلی اهمیت داره اینه که در اون چیزی که من دارم میبینم در حال حاضر ایران اینه که نه تنها اراده‌ای برای نگهداری و نگهبانی از کشور نیست، بلکه تعمدی هم در تخریب هست. نمونه اخیرش همین اجازه شکار بی‌رویه است که برای شکارچیان روسی صادر شده در ایران و اومدن و به سبک بسیار وحشتناکی با اسلحه‌های غیر شکاری، یعنی با اسلحه‌های اتوماتیک مثلا یوزی یا مثلا نمیدونم مسلسل‌های دستی، با اینها اومدن و گله گله قوچ و آهو و نظیر اینها رو در خراسان و جاهای دیگه ایران من میدونم که مشغول شکار کردن و بردن اینها برای تاکسیدرمی، برای آویزون کردن سر این حیوانات به در و دیوار خونه‌شون و امثالها. ما باید به عنوان مردم ایران اینو بدونیم که ما یه حکومتی داریم کاملا غیر ایرانی، کاملا غیر مسئول، کاملا غیر دلسوز و کاملا اسلامی. نفس خود اسلام بر تخریب، نفس خود اسلام بر بی‌توجهی به همه آنچه در طبیعت هست، برای اینکه اشرف مخلوقات انسانه و این اشرف مخلوقات هر غلطی بخواد میتونه در این جهان بکنه. از این روی هست که شما میبینید کشورهای اسلامی مخربترین محیط زیست رو دارن، تخریب شده ترین و تخریبگرترین مردم رو دارن، حیوانات رو میکشن، به گیاهان و درختان بیتوجهن و هیچ دلسوزی برای محیط زیست ندارن. تازه اون کشورهایی که خیلی دارن ادای ترقی و مدرنیتر رو در میارن در کشورهای اسلامی ماننده دبی، به خاطر اینکه اصلا محیط زیست اینها ندارن مشغول بردن خاک از ایرانن، مشغول بردن سنگ از ایرانن، مشغول بردن درخت نخل بزرگ که از ریشه در میارن براشون میبرن هستن اونجا میکارن و مشغول ساختن محیط زیست مصنوعی هستن. ولی یادتون باشه شما به عنوان مردم ایران مسئول هستید که وجب به فجب اون خاک رو نگهبانی و نگهداری کنید، همون گونه که نیاکانتون کردن و اون سرزمین امروز به دست شما رسیده. کاری نکنید که نسل‌های آینده با شرمساری
به زندگی شما، به رفتار شما و به شیوهی که شما با کشور خودتون رفتار کردید نگاه کنن و همیشه به عنوان یک لکه ننگ یا لکه سیاهی بر دامن تاریخ ما بماند که ایرانیانی در پس از اسلام چنین نابود کردند کشورشون رو و علاوه بر اینکه سران نالایق و ناشایسته ای داشتن، خودشون هم در تمام این طبیعت هر چی را رفتن، از سودجویی گرفته برای فروش زمین ها، درخت ها رو پاک کردن، جنگل ها رو پاک کردن، جنگل ها رو تخریب کردن و از بین بردن جانداران زمین، از بین بردن حیوانات اهلی، حیوانات وحشی در ایران و تمام اینها نشون دهنده عقب ماندگی فرهنگی کشور و نشان دهنده اینه که ما تا چه اندازه از نگاه ایرانیمون، از هویت ایرانیمون، از فرهنگ واقعی ایرانیمون دور موندیم و اونها رو گم کردیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که به این برنامه ها توجه میکنید و ازتون میخواییم که این برنامه ها رو حمایت کنید. اگر که دوست دارید روی وبسایتمون برین و قسمت همیاری مالی به ما اجازه بدید که بتونیم برنامه همون رو ادامه بدیم و اگر هر نوع کمک دیگه ای از نظر گسترش این برنامه ها میتونید بکنید، خواهش میکنم از دستتون هر کاری برمیاد انجام بدید. زمانی که افراد هموندان رنسانس ایرانی برای شما 6 سال گذاشتن، همش مجانی و زندگی و وقت و انرژی خودشون بوده و ما حداقل خیشکاری خودمون رو در برابر کشور ایران و مردممون، همیهنانمون داریم انجام میدیم. آیا شما هم دارین همین کار رو انجام میدید یا نه؟ این موضوعی است که باید هر کس، هر یک ایرانی در ذهن خودش اینو شبها که میخواد بخوابه بررسی کنه. سپاسگزارم ازتون نسرین پروین جان و امیدوار هستم بتونیم در برنامه‌های بعدی ما با هم درباره جستارهای بسیار بسیار مهمی از همین دست که بسیار برای مردم و زندگی ایرانیان هم امروز هم در آینده اهمیت داره داشته باشیم. سپاسگزارم ازتون. اگه وقت هست من فقط یه نکته کوچیکی رو بگم. همون بونی که خودتون اشاره کردیم، ما بردم باید خودمون به فکر باشیم و ساده ترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به این فکر کنیم که روزگاری بدون درخت چه شکلی میشه. برای چند ثانیه فقط ما چشمامون رو ببندیم و مجسم کنیم که دیگه هیچ درخت و سبز و گیاهی وجود نداره و کمی تو تخیل خودمون بیاریم که واقعا بدون گیاه چه جوری میشه، زمین چه حالتی پیدا میکنه، خشکسالی میشه، زمین قهوه‌ای میشه، ترک ترک میخوره، جایی برای نفس کشیدن وجود نداره، ما حتی زندگی پرنده ها هم حتی از بین میبریم، یعنی جایی ندارن برای زندگی کردن، برای لونه درست کردن. اگه به همه اینا فکر کنیم دیگه به این نتیجه میرسیم که پس باید تلاش کنیم که بتونیم که حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بتونیم آباد نگه داریم این سرزمین رو به نسل‌های بعدی هم بدیم. سپاسگزارم، دقیقا همینطوره. و اینم یادمون باشه که ما در نگاه زرتشتی کشاورزی رو کار بسیار بسیار مقدسی میدونستیم و آباد کردن زمین اولویت نخست هر ایرانی زرتشتی بوده. اگر میخوایم ایرانی باشیم و اگر میخوایم قابل احترام باشیم، باید بدونیم که ما با عشا، با همه هنجار هستی باید همسو باشیم تا زندگی ادامه پیدا کنه. سپاسگزارم و تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.